چه معجزه‌ای رو انجام میده که در عین افزایش توان باعث کاهش مصرف سوختم میشه؟ هدرز، این قطعه خوشگل و با کلاس. مکش، تراکم، احتراق، خروج دود. دو مرحله از سیکل کاری موتورهای 4 زمانه تاثیر میذارن. درست و اصولی ساخته شده باشه، هم روی مکش تاثیر میذاره هم توی خروج دود. طول، قطر، نوع کالکتور، همون 4:1 بودن یا 4:2:1 بودن، دقیقاً بر اساس اون موتوری که قراره روش نصب بشه طراحی و ساخته بشه. خم بودن لوله ها، صیقلی بودن مجراهای داخلی تاثیر بسیار محسوسی میذاره. چرا صدا پیشرانه رو دلنشین تر میکنه؟ تو محدوده پاور بند، همون بازه دور موتوری که اسب بخور و گشتاور رو حد اکثر ممکن هست، پالس های دود تو قسمت کالکتور پشت سر هم خواهند بود. فرکانس های منظمی از اسفالت مختلف رو تو دورهای مختلف خواهید شنید، مخصوصا که منبع اگزوز اسپورت هم داشته باشین. تاثیر هدرز رو بیشتر هم میکنه. چرا خود کارخونه نباید سرو ماشین؟ تو سایت تویوتا میتونید کمری سفارش بدید. مدل بیس 25,000 دلار. بسته به آپشن ها و پکیج هایی که انتخاب میکنید تا 40,000 دلار قیمتش بالا میره. کارخونه خیلی به استاندارد بودن هر چیزی فکر نمیکنه، به استاندارد جیب شما نگاه میکنه. کارخونه های سازنده انواع فراری، لامبورگینی میدونن که خریدار اینجور ماشین ها جیب های استاندارد بالایی دارن. تو اکثر مدل هاشون از اینجور قطعات سفارشی استفاده میشه. هدرز ها باعث افزایش محسوس اسب بخار و گشتاور توی همه دورها خواهند شد، باعث کاهش دمای موتورتون میشه و بلتر عمر موتور هم بالاتر میره، کاهش مصرف سوخت هم خواهید داشت. دوستانی که میگن ما هدرز نصب کردیم ولی مصرف سوختمون رفته بالا، صدای موتور خیلی قشنگتر شده، شتاب بالاتر رفته، نسبت به حالت فابریکی ماشین بیشتر گاز میدن، خب طبیعیه که مصرف سوخت بالا بره، ولی تو رانندگی عادی کاهش کاملا محسوسی خواهید داشت. این هدرز جنسش فولادیه، از جوشهای CO2 استفاده شده، انواع آردی رو آریسان، کلا اتاق پژو با موتور پیکان هست، کیفیت ساخت بسیار بالایی داره، مخصوصا این فلنچ 10 میلیمتری کوچکترین تابی هم نداره، آب بندی 100% و اما عایق سرامیکی نسوزش هم موجوده، 1200 درجه سانتیگراد حرارت میبینه و نمیسوزه، حرارت زیر کاپوت رو تا 80% کاهش میده، ماشین روشن هست، میتونید به هدرز دست بزنید. تاثیر خیلی مهمتر دیگه اش اینه که با داغ نگه داشتن رانرها باعث افزایش عملکرد هدرز میشن، نه تنها عمل تخلیه رو بهتر انجام میدن، تو بعضی دورها هوا رو از سو مانیفولد به سمت محفظه احتراق مکش میکنه. مثالی براتون میزنم، لوله 1 متری فلزی رو روی آتش قرار بدید، یه سمتشو کاملا داغ کنید، خواهید دید که از سمتی که سرد هست جریان هوا رو حس خواهید کرد، لوله داغ‌تر بشه جریان هوا هم بیشتر میشه. خیلی از کمپانی‌های سازنده هدرز این کارو پیشنهاد نمیدن، میگن عمر هدرز کم میشه. چه جوری؟ 99% اوقات از قسمت جوش دچار ترک خوردگی میشن. با این شیوه که تو موتورالیتی به شما من معرفی میکنم برای شما پیش نمیاد. همونطور که میبینید فقط بدنه لوله است که عایق کاری شده، قسمت های جوش خورده آزاده، رطوبتی هم بخواد نفوذ کنه روی جوش ها هیچ تأثیری نخواهد گذاشت. یکی دیگه از مزایای این نوع عایق پیچیدن، اختلاف دمای با این قسمت ها باعث ایجاد تله حرارتی میشه، توی بهبود عملکرد هدرز کاملا موثره. نکته خیلی باحال برای شما آردی سوارا، چون که حتی لوله اصلی بعد از کالکتور هم عایق کاری شده، برای همیشه با داغ شدن زیر پاتون خداحافظی کنید. قرار نیست تابستون پاهاتون سخاری بشه. در صورتی که سفارش بدین همراه با هدرز معمولی، چشمت عایق سرامیکی به همراه 10 عدد بست آچارخور بسیار مرغوب، هر چقدر هم سفتش بکنید رد نمی کنه، براتون ارسال میشه.